سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. من اومدم با یه آموزش جدید، آموزش مچی انگشتی. تصمیم گرفتم که توی این آموزش این مچی های انگشتی که خیلی ترند شده رو بهتون یاد بدم که شما برای آستین سویشرتتون، آستین هودی اگر میدوزید، آستین های لباس های یقه اسکی ازش میتونید استفاده بکنید. خیلی آموزش کاربردی هستش، حتی برای بچه ها، برای آقایون هم ازش میشه استفاده کرد. لطفا ویدیو رو لایک بکنید که با لایکتون هم از کانال حمایت میکنید، همینه که افراد بیشتری میتونن این آموزش رو ببینن. خب بریم سراغ آموزش. مرسی که همراه هم هستید و قدردان نگاهاتون هستم. بریم با هم آموزش رو ببینیم. خب برای دوخت این مچی احتیاج داریم به اندازه دور مچمون، یعنی ما دور این قسمت از مچمون رو اندازه میزنیم با متر، هر چقدر که شد. برای من الان تقریبا 24 سانت هستش، 23-24 سانت. من 24 سانت رو در نظر میگیرم که پهنای کادرمون میشه 24 و طولش به اندازه هر جایی که مچ میخواین شروع بشه تا جایی که روی دستتون قرار میگیره. خب این مچی روی دست رو میپوشونه. طول کادر هم میگم بین 20 تا 26 سانت مجاز هستش که من اینجا 24 سانت در نظر گرفتم، یعنی ارتفاعش بین 10 تا 13 سانت هستش. قسمت رو به رو رو قرار میدیم، یعنی الان پشت کار من هستش، رو پشت پارچه هست و این علامت ها رو اونجا میزنم. از سمت چپ به اندازه 5 تا 6 سانت داخل میشم، من اینجا 6 سانت در نظر گرفتم. بعد از این به اندازه از این علامتی که زدم به اندازه 4 تا 5 سانت میرم داخل. میگم اونم بستگی به حالا ظرافت دست شما داره دیگه، هرچی توپلتر و بزرگتر باشه عدد بزرگتر انتخاب میکنید. وسطش رو نصف میکنید، ازش 8 سانت میریم بالا و علامت میزنیم. ببینید اینجا میشه 8 سانت که رفتیم بالا، یه خطی رو میکشیم و این رو به صورت هلال وصل میکنیم. ببینید از این دوتا علامتی که دارم کناره های خط عمود بلندم، این وصل میکنم به هم دیگه و به صورت یه دونه هلال میشه دیگه به این صورت. خیلی هم نمیخواین حالا هلالتون رو به شکم بدید، یه هلال متوسط در نظر بگیرید. خب حالا میام چیکار میکنیم؟ از قسمت بالا 3 تا 4 سانت میایم پایین و یه خطی رو میکشیم بین این دوتا علامت رو. تیکه بالا رو ما میدوزیم به پایین، کاری نداریم، آزاده. ببینید از اینجا تا اینجا رو میبریم زیر چرخ و چرخش میکنیم. خب حالا برای اینکه معمولا این پارچه‌های تریکو و کشی هستش، موقع دوخ از سوزن تهآبی استفاده کنید یا از پایه های پلاستیکی. و ترفند های دیگه رو هم من توی ویدیو های کوتاه داخل کانال هست که میتونید ببینید در مورد پارچه های کشی. حالا من سوزن هم میزنم که فیکس بشه و باز نشه. میبریم زیر چرخ و چرخ میکنیم این قسمت هلال رو به این صورت. آروم آروم هلال رو میدوزیم و پایه رو بلند میکنیم، سوزن رو از داخل کار تکون نمیدیم. به این شکل من درجه دوختم آوردم روی 3-3.5. خیلی به بزرگش نکردم پهنای دوختم رو. سر قائمی میزنم ابتدا و انتهای کار رو سر قائمی میزنم. داخل ویدیوی شورت و یعنی کوتاهمون آموزش سر قائمی هم هست، حتما اون رو ببینید که اصلا سرقائمی، دوخت سرقائمی چی هست و چجوریه. دو طرف دوختم رو سرقائمی میزنم به این صورت و حالا داخل کارم رو سبک میکنم و اضافات کارم رو میچینم به فاصله 2-3 میل. تا نیم سانت هم میتونید این کار رو انجام بدید. دور تا دور کار رو میچینم، چه اونی که دوختم چه اونی که ندوختم، یعنی این هلال رو توش رو خالی میکنم و یه چند تا چرت هم به اون لبه هایی که دوختم میزنم. فقط مراقب باشید که خیلی به لبه کار نزدیک نشید که کارتون باز نشه موقع برگردوندن. حالا من از نخچینم میتونم استفاده کنم که حالا کارم یه ذره سریعتر پیش ببره و نوکش تیزتره.
به این شکل. حالا من کارم رو به سمت رو برمیگردونم و یه اتو به کارم میزنم. درس ها رو روبروی هم قرار میدم و یه اتو بهش میزنم. خب قبل از اینکه اتو بزنم لبه های کار رو میارم رو هم دیگه قرار میدم. ببینید اون همون 2 میل یا نیم سانتی یه باره زدم رو لبه ها رو به همون صورت میارم روبروی هم قرار میدم و یه اتو بهش میزنم. خب من به کارم اتو زدم. یه دیگه پارچه دیگه میخوایم از همون جنس و کار رو الان روی کار بعد به سمت خودمون باشه. خب به این شکل تا میزنم و لای درس ها میذارم یه مستطیلی که دقیقا سر جای خودش باشه. نه ما میخواییم اون درس ها رو بکشیم، نه میخواییم بیاریم نزدیک هم دیگه. دقیقا سر جای خودش باید قرار بگیر. ببینید به این صورت باشه، نه میکشیم نه میاریمش نزدیک هم دیگه. فقط این که من مثلا مستطیل من شد یه چیزی حدود 6 سانت در 10 سانت 10-11 سانت شد. البته قدش ذره بلند گرفتم. دو طرف این پارچم رو لای درز میذارم به این شکل و میام دقیقا از روی همون درزی که هست ادامه درز رو من چرخ میکنم و اضافاتش رو قیچی میکنم. دقت کنیم که فقط دو سمت دقیقا روبروی هم باشه و بین اون دوتا درز قرار بگیره. خب حالا این از این سمت، سمت دیگر رو هم به همین صورت من چرخ میکنم. ببینید اضافاتش رو قیچی میکنم، از پایین هم حالا انتهای کار قیچی میکنم. حالا این سمت رو من چرخ کردم، میریم سمت بعد رو، سمت روبرو. ببینید این سمت رو، سمت چپمون رو، این هم رو لای درز میذارم و مثل قبلی چرخش میکنم. حواسمون باشه که دقیقا از انتهای درز شروع بشه، فاصله بینش قرار نگیره. خب حالا از روی همون درز من این رو چرخ میکنم و تا انتها میام. کار من تقریبا تموم شده. درز انتهایی رو هم بدوزم و دیگه تمام. اضافاتش رو هم قیچی میکنم، نخای اضافه رو هم میگیرم. ببینید الان من یه مقداری اینجا اضافه اومد از کارم، کامل میچینمش با قیچی. خب حالا میخوایم درز اصلی رو بدوزیم دیگه. دو سمت کار رو از سمت رو روبروی هم قرار میدیم، دو تا درز ها رو این شکلی. یکی از این درز ها رو فرق نمیکنه از کدوم سمت میاریم و سمت دیگه، یعنی درز ها بین این دو تا قسمت قرار میگیره. یعنی در اصل ما از پشت پارچه شروع میکنیم به دوختن. روبروی پارچه رو درس ها رو روبروی هم قرار بدین و بدوزید. یکی دوبار این مرحله رو ببینید. اگه براتون سوالی بود تو کامنت ها هم میتونید ازم بپرسید. خب درس رو که دوختم دیگه کار رو به سمت رو برمیگردونم و دیگه کارم تموم میشه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. یه کار جالب و جدید هست تقریبا. یا همونطور گفتم برای لباس هاتون میتونید ازش استفاده کنید. خودشم به تنهایی اگر مچ بدید میشه یه دستکش به همین راحتی.